خب خانم هاشمی، خیلی خوش آمدید به برنامه ما. سلامت باشید. خیلی ممنون که دعوت کردید. سلامت باشید. مامانینا بهتون گیر میدن هنوزم، درسته؟ آره، بالاخره مادر میگه میشه با آدم گیر نده. سر چی گیر میدن میشه؟ مثلا روسری رنگی که دارم میگه چرا این روسری رو پوشیدی؟ نمیدونم، مثلا ممکنه یه ذره آرایشی کردم پاکش کن. نمیدونم از این چیزا بقیش یادم بیاد. چرا جورابت نازکه؟ مثلا جورابت مشکی نیست. از این حرفای مدلی آره دیگه. شما گوش میکنید دیگه قطعا. نه، من قطعا گوش نمیکنم. خانم هاشمی، زندگی بدون موبایل چه جوری براتون میگذره؟ خیلی راحته. البته یه 10% مشکلات داره. مثلا گاهی اوقات میرم آدرس پیدا نمیکنم، مجبورم برگردم مثلا دیگه منصرف بشم از رفتم. آره، آخه یه فضایی که انقدر میتونه کمک کنه، تسهیل ببخشه به نه ببینین چیزه، آزارش بیشتره. یه مسئله من همیشه دارم، از این از یکی یاد گرفتم که به خاطر یه لیوان شیر آدم یه گاو تو خونش نمیبنده. به نظر من موبایل بنزی یه لیوان شیر فایده داره، ولی بنزی یه گاو زحمت داره، فضا رو میگیره و داستان داره و گرفتاری داره. من که فکر می‌کنم اگه من موبایل داشتم حتما وقت فضای مجازی بودم، حتما الان اعدام بودم. یعنی اصلا شک نکنید تو این قضیه. یعنی محافظت کرده ازتون بیشتر؟ آره، محافظت کرده. این با اقصا محافظت کرده. برادرانم نمیتونن خیلی همه جا آدمو دنبال بکنن، همه جا حالا همه جوری پیدا میکنه، ولی بالاخره اونام سخته براشون. این صحت داره که هر دونه پسته که توی ایران فروخته میشه 30% میره به جیب خانواده هاشمی؟ چرا 40%؟ نه، چرا میذارین تو سر ما؟ خب یه زن... نه بابا، از پسته دارای معمولی رفسنجان بود. ما انقدر پسته دارای گنده تو رفسنجان وجود داره که واقعا بابا و مامان من عددی حساب نمیشن بین اونا. شما ژن خوب بودید یا نه؟ نه، من اعتقاد به ژن خوب و اینا ندارم. ولی مردم دارن. آخه مردم کیا یعنی؟ مردم دیگه. نه من ژن خوب، من یه ژن معمولی هستم. نه، اون خانم هست. شروالی پوشیدنتون خب خیلی معروف شدی، خانم چادری که داره شروالی میپوشه. واقعا ما تو چه فضایی زندگی میکردیم که شروالی پوشیدن شما اینقدر عجیب بوده؟ عجیب غریب. حالا عجیب تر از این تلویزیون، حالا نمیدونم رادیو، بالاخره از بابا داشتن صحبت‌های پخش می‌کردن در مورد مترو، که تو نماز جمعه ایشون داره میگه مترو یه چیزی میره زیر زمین. بعد حسن پسر من که مال نسل الانه میگفت یعنی چی؟ مثلا بابا جون چرا داره این چیزا رو توضیح میده؟ مگه اون موقع چی بوده که نیاز بوده اینجوری بیاد توضیح بده؟ گفتم از بس مخالفت‌های غیر منطقی و عجیب غریب زیاد بود، یعنی مثلا نمی‌دونستم مثل ملت که نه، مسئولین مترو چیه و بیخودی مخالفت می‌کردن با این قضیه، یه همچین توضیح لازم بوده. یعنی اینو الان شما جمله گفتید، من یاد اون موقع انداخت که واقعا شلوار لی پوشیدن یه موضوع خیلی معمولی عادی، اصلا خیلی چیز عجیب غریبی بود که اینقدر بخواد چیزا گشت نگرفتتون اون موقع. نه، از این چیزا نداشتیم، از این چیزا رو نداشتیم. ولی یه بار رئیس دانشگاهم صدام کرد که مثلا می‌خواست من لباسامو یه جور دیگه بپوشم تو دانشگاه، چون من دو کلاس که می‌رفتم چادرمو برمی‌داشتم. خب زیرش مانتو رو سری داشتم، ولی خب مثل اون مانتوهای اون موقع که دراز و بلند و اگه زیر پات گیر می‌کرد می‌خورد زمین و رنگای اپولای اونجوری و بعد رنگای خیلی تیره و مرده و اونجوری نبود لباسامو، چون ما همیشه عادت کرده بودیم مانتوهامون همه بالای زانو بود یا دیگه حد اکثر تا سر زانو میومد. براش عجب میگفت اب نداره شما اینجوری میپوشین، ما میدونیم این حجاب کامله، ولی خب دانشجوی دیگه اون وقت میپوشن. از شما یاد میگیرن. گفتم اگه حجاب کامله خب چه اشکال داره دانشجوی دیگه هم بپوشن؟ آخه اون موقع این چیزا رو تو سالن ورزشم داشتیم، زنها باید بلیز آستین بلند و نمیدونم شلوار بلند و اصلا همه چی کامل پوشیده میپوشیدن. بعد مثلا خب من اونجوری نمیپوشیدم تو سالن ورزش، مردم نبود. اصلا مرد نبود، بله، تو سالن ما که مردیش وقت نیست، مردم نبود، من هیچ وقت نمیپوشیدم اونجوری. یه بار دادم تذکر دادن که نمیشه اینجوری لباس پوشید. گفتم خب من نمیام دیگه، شما منو آوردی که این اتفاقات بیفته، اگه قرار من همون کارای شما رو تکرار بکنم، بس من اینجا چیکار دارم؟ مثلا کاری ندارم اینجا بیام. منو گفتی که بیا مشکلات رو حل کن. خب یکی از مهمترین مشکلات اینه که اجازه نمیدین دخترها تو سالن ورزش، مردم نیست، مثلا لباس ورزشی تنشون کنن. از این داستانا خیلی زیاد دیدم. کلا این ور اون ور با چی میرید؟ ماشین خودم. چرا با دوچرخه نمیرید؟ من آخه چادری هم بعدم تهران شیب داره، نمیشه. شیب نداره. چرا؟ شما از شمال شهر تهران تا پایین برین، شما یه شیب اینجوری باید برین پایین. بعد چجوری می‌خوای برگردی؟ همون دیگه، خونه‌تون شمال شهر باشه، همین میشه. خانواده هاشمی سرفندن همینه. بعد چجوری می‌خوای برگردی؟ نمیشه که دیگه برگشت که. چون من همیشه در عجلم. همیشه در برنامه واقعا. اصلا شکر فکر نکردم با دو شهر برم. خب شما به هر حال خیلی توی ترویج. بعد ما خیلی حرفا رو می‌ذاریم نه بر خودمون، بر دیگران. مثلا همین سوال من اینه که شما ترویج دو چرخ سواری می‌کردید برای زنان، بالاخره یک اتفاق مثبتی بود که در حوزه زن اتفاق می افتاد، ولی مثلا ورزش رزمی رو اگه ترویج میکردید از همون موقع بهتر نبود؟ ورزش رزمی خوب گرفته، خیلی هم طرفدار داره. یه مصاحبه بود با سازندگی فکر کنم، یا شاید هم با یه جای دیگه بود نمیدونم، که اگر برفرض همسرتون زدتون به زنا،
کتک زد شما باید بزنید. نه یعنی همین شرق بود که شرق بود. آفرین بله. که شما به فاطمه خانم هم یه موردی توصیه کرده بود و منجر به طلاق شده بود. درست. آره. بعد چون ما قانونمون که قانون درست حسابی نیستش از زن حمایت بکنه، جایی که میزننت باید بزنی، خودت باید از خودت محافظت بکنی. حالا چرا به جای دوچرخه سواری موتور سواری رو ترویج نکردید برای زنا؟ این دوچرخه سواری کار من نبود اصلا. بعدم بود ماجراش. ماجراش در واقع کار بود علیه من، ولی خب عدو شب از سبب خیر شد دیگه. یعنی اونها یه فضا ساخته بودن، اونا که اصلا رفتن رو تبلیغ از ضد، یعنی در واقع برای تخریب من رفتن رو دوچرخه سواری ما نوف دادن، ولی خب باعث استقبال جامعه و دختر و پسرای جوان شد و خودش فضای خاصی رو ایجاد کرد. شما تو اون دوره رأی اول آوردید؟ بعضیا اینجوری میگن. مامان چی بود؟ یعنی بالاخره تونستید تعاوتشو در بیارید یا نه؟ مامانم هم اعتقاد داره که اومدم با بابا صحبت کردن، راضیش کردن، اونم گفت باشه، ولی بابام اینو قبول نمیکنه. قبول کرد و قرار شد این اتفاق بیفته. بالاخره ما یه چیزای داستانای خاص خودمون داریم. خانم مرشی فالگوش وای میستاد بس که اونجا نه؟ هممون وای میستاد. همتون وای میستاد. شما خودتون چیزی نشخیم میذاری؟ برای این موضوع نه، ولی خب برای خیلی چیزای دیگه آره. چه چیزایی مثلا؟ نه نمیتونم بگم. قرار نیست اسرار خانوادگی و نظام رو لو داده. شما خودتون رو یه فمینیست اسلامی میدونید؟ بله، من خودم رو یه فمینیست اسلامی میدونم. البته فمینیست چیز داره، طیف‌های مختلف داره. من طرفدار برابری حقوق زن و مردم، چون میگن افراطی‌ها مثلا دنبال زن سالاری هستن یا مثلا نادیده گرفتن مردم. من چنین چیزی رو اعتقاد ندارم. یه ذره شبیه پیتزای قرمه سبزی نیست این ماجرا؟ چرا؟ فمینیست یه قاطی پلای توی دنیا هست، بعد حالا اسلامیش یه خورده. نه در واقع من میخوام بگم که اسلام هم برابری داره. اینکه ما چیزی که امروزه به عنوان اسلام میبینیم که اصلا همه حقوق زنان نصف حقوق مرداست به خصوص در خانواده، این اصلا به نظر من اسلام نیست. این یه برداشتی از اسلامه. من اگر میگم فمینیست اسلامی به این منظور که بگم اسلام با برابری حقوق زن و مرد مخالف نیست. ولی خیلی هم محدود شدین، اذیت شدین بابت این ماجرا. محدود نشدم ولی هزینه اذیت هم نشدم، چون مثلا من کلا آدم جنجالی و جنگی هستم. بنابراین هرچی مبارزه بکنم خب بیشتر لذت میبرم از این نظر که میفهمم موثر بودم. چون وقتی تاثیر نداشته باشه کاری ندارن که. بنابراین نه اذیت نشدم ولی خب هزینه زیاد دادم. شما خیلی اهل سفر هستید درسته؟ آره. مثلا خیلی معروفه که صبح یه دفعه راه میافتید میرید تبریز، بعد مثلا غروب برمیگردید تهران. البته تبریز نه، رفسنجون. الان از رفسنجون یا اصفهان نه اومدید اینجا یا نه؟ نه قرار فردا صبح برم. حالا تو سفر تا حالا اتفاق ناجوری افتاده براتون؟ نه، حالا ممکنه یه تماسی تصادف، الحمدلله تصادف آنچنانی نداشتم. اوایل که تازه رانندگی رو تو جاده شروع کرده بودم، اون موقع مال مثلا این که میگم مال 35 سال پیشه. آره دیگه مونا الان چند سالشه؟ چون موقع مونا رو باردار بودم 16 سالشه. 16 خانم همیشه 16 سالشه. 18 سالشه. 62 میشه الان 35 سال دیگه. مال 35 سال پیشه. اون موقع یه تصادف خیلی بد داشتم که یاسر بیچاره اونجا آسیب دید چون همراه من بود. ولی نه بعد از اون خودم میتونستم الان خودمو شش بزنم. برای چی از این حرفو از من میپرسین؟ بزنیم. یه جاده خلوتیه. یه ماشینی کنار زده. یه دونه قیف دستشه و بنزین میخواد. وای میسید کمکش کنی؟ اگه مرد باشه روز یا شب؟ روزه. آره برای روز امکان داره وایسم، ولی شب باشه که اصلا وای نمیسم. زن باشه که حتما وای میسم. مرد باشه یه خورده شک میکنم وایسم یا وای نسم. حالا سرعتتون رو کم میکنید که به ماشین برسید. نزدیک ماشین که میشید میبینید این بابایی که اینو گرفته دستش سعید تاجیکه. اگر قصد داشتم که وایسم با دیدن اون حتما بازم وای میسم. اگر وای نمیخواستم بشم باز اگر ببینم اون احتمالاً وای میسم. آه. چون دیگه مطمئنم اتفاقی قرار نیست بیفته. یعنی شاید بنزین دادین اون اتفاق بیفته. نه چون بعید میدونم دیگه. شما با این اتفاقی که میفته قاعدتا نباید محافظ گردن کلفتی همراهتون ببرید این ور اون ور. آخه ببینیم چند تا ماجرای مشابه داریم که محافظه در رفتن. یعنی اینجوری فکر نکنیم که محافظ وای میسته کنارت. بالاخره وقتی مشکلی پیش بیاد فکر کنم محافظ اول نفری که خودش در میره. حالا خانم هاشمی، آقای هاشمی چیزی برای آقای زیبا کلام ارث نذاشته؟ نه. والا ما خیلی گشتیم ببینیم چیزی پیدا میکنیم یا نمیکنیم، ولی چیزی از توش در نیومد. من به آقای زیبا کلام خیلی ارادت دارم. بله ما هم همینطور. آره ایشون هم خیلی ارادت داره به خانواده هاشمی. آره ایشون هم لطف داره. ما واقعا تصور کردیم آقای هاشمی یه چیزی گذاشتن رابطه. نه چیزی گفت نشد. ما اعتماد چون با آقای زیبا کلام خیلی ارادت داریم و احساس دوستی و رفاقت، ایشون هم خیلی محبت دارن، داریم میپرسیم دیگه. شوخی داریم میکنیم. ایشون خیلی آدم با ظرفیتیه. هر چی بیشتر هم بخوایم بپرسیم بسیار زیاد.